ببخشید نمیخواستم این کارو بکنم، واقعا ازت معذرت میخوام. یه فکری دارم، بیا همه چی از اول شروع کنیم. من مراد سارسیلمازم. حیات اوزونم، این وقت شب باز چی شده؟ چی شده هوس دسر کردی؟ از پیش داداشم میام، یکم ناراحت شدم، حیات نرفته برگشته. آها، جدی میگی؟ داداشم جلوشو گرفته، رفته با ماشین جلوشون، دختره رو از بابا بزرگش گرفته. خدا بگم چی کارت نکنه. خب اگه چیه، این که خبر خوبیه. تا حالا داداشم رو اینجوری ندیده بودم. مامان بزرگ، داداشم این دختره رو خیلی دوست داره. میدونم پسرم، اینو میشه تو چشاش خوند. برای همین داره اذیت میشه. دیدی وقتی یکی رو زیاد دوست داری خیلی دلت میشکنه؟ داداش من هم دلش شکسته، اونم خیلی زیاد. بدتر از همه این که میخواد خودش رو هم خوب نشون بده. خودت میدونی دیگه، دوست نداره کسی ببینه حالش بده. ای خدای من، این چه تقدیریه که همیشه پسر من با آدمایی که دوستشون داره امتحان میشه. اعتماد کردن دوباره به حیات و فراموش کردن این دروغا خیلی آسون نیست. این یعنی چی؟ دل منو نلرزون. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چجوری؟ یه جور دیگه، قبلا اینجوری نبودی. نمیدونم، شاید الان بیشتر عاشقت شدم. با وجود همه اتفاقایی که افتاد؟ آره، با وجود همه دروغات. نمیخوام هیچ وقت از پیشم بری، کسی بهت نگاه نکنه، کسی به جز من به دست نزنه. چیزه، من آدرس خونم رو بهت گفته بودم. نه، ولی نگران نباش، میدونم. چطوری؟ من همه چی راجع به تو میدونم حیات. چند شد؟ هنوز نگرفتم، بعدش هم موقع فشار گرفتن اگه حرف نزنی خیلی بهتر میشه. بابا بزرگ جونم باشه. امینه، من یه چیزایی هست که هنوز نفهمیدم. چیو نفهمیدی بابا؟ یارو مداد کل گنده چجوره دختر ما رو بخشید؟ اینو به من بگو. چون خیلی عاشقه، خب خیلی دوستش داره دیگه. بعدش هم موقع فشار گرفتن خواهش میکنم که حرف نزنی. آدمی که خیلی عاشق نمیتونه به راحتی ببخشه، نمیتونه غرورشو بشکنه و ببخشه. این بچه اصلا غرور نداره. ای بابا، بابا بزرگ، مگه تو چند دفعه عاشق شدی که این چیزا رو اینقدر خوب میدونی؟ تو دیگه کاری با اونجاش نداشته باش.
آها، پس حتما یه چیزایی هست. بابا بزرگ، چند تا دوست دختر داشتی؟ زیاد، خیلی زیاد. تو از کجا فهمیدی مو فرفری؟ تو چند تا دوست پسر داشتی؟ 16. چی؟ تو این چند سال 16 تا داشتی؟ نه بابا بزرگ جونم، فشارتون رو 16. آها 16 شده؟ امینه میبینی؟ بگه دیگه نمیاد پایین، دیگه پایین نمیاد، امکان نداره. خدا نکنه بابا، من الان وسط یه شربت آبلیمو درست میکنم فشارتون بیاد پایین. آبلیمو بی خیال، تو نوامو برام پیدا کن، با اون فشارم میاد پایین. بابا جون، اینجا استانبوله، حتما تو ترافیک گیر کرده، یکم دیگه پیداش میشه، تو رو خدا آروم باش. چطوری آروم باشم آخه؟ به خاطر شما فشارم رفته 16. ولی اگه من حشمتم این قضیه رو با فشار 16 هم درستش میکنم، اگه نتونم درستش کنم دست حیاتو میگیرم میبرم شهر خودمون. میشه؟ نمیتونم با این برم شهرمون که درش بیارم. باش خانم دکتر. ابراهیم رفته. کار خوبی کرده. با هیچکی هم خدافظی نکرده. ولی من تا خدافظی نکنم ولت نمیکنم. ای وای بابا بزرگم، بابا بزرگم. شب بخیر آقا، حالتون چطوره؟ دیر شده، من دیگه برم. پا بس دیر شده، چقدر قشنگ حرف میزنی. ببین من جوون، میخوام یه چیزی بهت بگم. یه بقاله این بقل هست، دیدیش؟ آره دیدمش. مرد تو تا اونجاست، از اون بقاله نباید جلوتر بیای. خب خوبش اینه که اگه رد بشی دوتا گلوله حرومت میکنم. اگه شلیک کنم مطمئن باش زنده نمیمونی. یعنی اشهد الله اله الا الله میره اون طرف ابرا. اون طرف ابرا کجاست؟ اگه قبرستون خانوادگی داری منظورم اونجاست، یعنی میفرستمت اون دنیا واسه همیشه. فهمیدم. پس ما دیگه بیشتر از این مزاحمت نشیم، موفق باشی. مسافر باید زود راه بیفته. باشه ماشینتو نگاه کن.